و خب به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد نگذرد عرض درود و سلام و صبح خیر دارم خدمت دوستان بسیار عزیز ارجمند و, و خداوند یزدان پاک رو سپاس گذاری می کنم به خاطر این فرصتی که به ما داده است تا بتوانیم که همچنان در رابطه با داستان های شاهنامه پیگیر خود میخوام پیگیر این داستان ها باشیم و امیدوار هستیم که بتوانیم از داستان های شاهنامه و از حکمت های بسیار ارزشمندی که در این کتاب والای فرهنگی وجود داره برای زندگیمون استفاده کنیم به عنوان یک ایرانی پرست و صحبت از این قضیه شد که خیلی خلاصه که بالاخره این هرمز اون ویژگی های انوشی روان رو نداشت متاسفانه داستان هرمز و انوشیروان روان ما رو یاد داستان نوزر و منوچهر انداخت که ما گفتیم که یه پادشاهی مثل منوچهر فرزندی حالا به نوعی ناشایسته حالا کلمه دیگه ای نخوام کار ببرم مثل نوزر رو داشت که دو سوم کشور ایران رو به باد فنا داد و دو مرتبه پادشاه مقتدری مثل انوشی روان متاسفانه دارای فرزندی به نام هرمز میشه که از همون ابتدا که به عرینکی سلطنت میشینه بنای ناسازگاری رو با مردم و بزرگان ایران میگذاره <تصفح> عجب اینکه بسیاری از بزرگان و موبدان رو به قتل میرسونه و از ترس اینکه مبادا نیروهای به اصطلاح درجه یک کشور نسبت به پادشاهی ایشون مثلا خدشه ایجاد بکنن سعی میکرد که اونها رو یا زندانی کنه و یا یه جورایی به قتل برسونه و به خیال خودش مسیر رو هموار کنه برای یک حکومت بلا منازع یادتون باشه که این هرمز فرزندی بود که انوشیروان از دختر پادشاه چین حال ازش براش به وجود اومده بود یعنی فرزند درگه مثلا چینی ایرانی بود حال این قضیه ادامه پیدا میکنه و همین امر باعث میشه که کشور از چهار سو مورد حمله قرار میگیره از سمت قرب رومیا حمله میکنه از, از سمت شرق سابشاه به حمایت بسرا به چین به ایران حمله میکنه از سمت شمال اهالی خزر خزریان به قول معروف حمله میکنه از سمت جنوب اعراب حمله میکنن و بالاخره با مملکت از هر طرف مورد حمله قرار میگیره در نهایت وقتی که پادشاه خیلی مستاصل میشه میاد از طریق دادن زمین خرید زمان با رومیا برخورد میکنه میگه که مثلا تمام شهرهایی رو که مورد اختلاف ما و شماست در قرب ایران و شرق روم در واقع ما میدیم به شما شما دیگه به ما حمله نکنید و اونا هم میپذیرند و خب بخش وسیع از کشور در سمت قرب میره به سمت رومیه از سمت مثلا شمال ارتشی رو فراهم میکنن با میرم با خزریان خوشبختانه تون جنگ پیروز میشن ایرانیان وقتی که اونا شکست میکنن و عقب نشینی میکنن جنوبی ها عرب جنوب که خبر ویروز ایرانی ها رو میشنون خودشون میترسن و عقب نشینی میکنن اما خطر سمت شرق همچنان باقی است و شاه ارتش بسیار مجهزی رو آماده کرده که به ایران حمله بکنه حالا هرمز مونده و اینکه نمیدونه با شاه چگونه باید تقابل کنه و بسیار هم ترسیده وقتی که در این شرایط قرار گرفته با بزرگان کشور که به اصطلاح از جمله بزرگان کشوری که بودن با اینا که صحبت میکنه اینا بهش میگن که اون به اصطلاح مهران ستاد که چیز بودش که همون خواستگار مادر همین هرمز بود برای انو شیروان ایشون یه صحبتایی کرده بوده پسر اون مهران صداد که تو دربار بوده این حرفا میزنه میگه که ایشون برای من یه پیش بینیایی بکرده کرده بوده از زمانی که رفته بوده چین دنبال مادر شما اونا یه به اصطلاح چیزای چینی به قول معروف مبدان چینی پیش بینی هایی کرده بودن نسبت به اوضاع امروز ایران و احتمالا راه حل هایی در این رابطه وجود داره میگه خیلی خوب برید اون مهران صداد بردارید بیاریدش مهران صداد رو میارن و ایشون میاد میگه که بله ما اون زمانی که مادرش ما رو به عقل از به صلاح حاصل این ازدواج یک پسری به دنیا خواهد آمد به نام هرمز و این پسر با مشکلاتی مواجه خواهد شد و دشمنان برش حمله میکنن تا یک افسر ایرانی به نام شخصات که مردی است قد بلند لاغرندام پیشانی بزرگ بینی بزرگ چونه بزرگ داره و سیاه است هم فرفریه این آدم به نام به اصطلاح چیزه این افسر میتواند ایران را نجات بدهد از این معذلی که برای ایران به وجود خواهد آمد جناب هرمز هم میگه برید بگردید در بین افسران ما ببینید کدوم کهشون با این ویژگی ها جور میاد که یکی از به اصطلاح خدمتگزاران پادشاه به نام زاد فرخ که به اصطلاح در استبل سلطنتی کار میکرده و به اصطلاح مسئول امور البته که استبل سلطنتی فکر نکنید که یه آدمی بی سر که حالا مثلا رو قشون میکنه ها نه این مقامی بوده پست بزرگی بوده درست مثل مثلا مسئول سوار نظام می همچنان حالتی یا مسئول اردنانس ارتش در بخش مثلا موتوری امروز مثلا میگیم الان مثلا یه نفر اگه باشه یه سپه بود فرماندهی اون بخشه میخوام بگم اینطوریه فکر نکنید که میگم مسئول استبل سلطنتی مثلا حالا یه آدم همطوری بوده نه ایشون با همه فرماندهانه که به می وارد ارتش میشدن طبیعتا اینها اسب ارتشی رو سوار میشدن نه اسب شخصی خودشون رو و های درجه یک نظامی رو به سراغ داخل اینا قرار میدادن اینا میاد و میگه که ما من یکی نفر از افسران ارشد رو میشناسم که در فلان پادگاه نظامی کار میکنه و اونجا هستش اسمش از هست بهرام چوبینه این بهرام چوبینه این ویژگی هایی رو که موبدان چینی گفتن درش کاملا من اینو دیدم و آدم با جنمی خب هرمز میگه که برش داریم بیارینش و وقتی که برش میدارم بیارنش این به اصطلاح به رام چوبی که بیبنید. آره واقعا همه اون ویژگی ها هست بعد بهش میگه که ما با یه همچین مشکلی مواجه هستیم سابشا مثلا یه چیزی بوده 100 هزار 200 هزار نیروی نظامی تجهیز کرده و ما در مقابل صاحب شاه احساس میکنیم که نمیتوانیم مقاومت بکنیم و مشکل داریم نظر شما چیه؟ چطوری میتونیم با این قضیه برخورد کنیم؟ این هم میگه که والا من معتقدم که ما از قضا نباید بترسیم از این صاحب و شما اگر به من اختیارات به نظامی کاملی رو بدید من قول میدم که مشکل صاحب رو برای شما حلش میکنم خب این میگه باشه مسئله نیست من همه یه به امکانات نظامی مورد نیازه به شما میدم اینم برمیگرده میگه که من دو تا به صلاح خواسته از شما دارم یک این که فقط دوازده هزار تا سوار نظام نیاز دارم دوازده هزار تا سوار نظام این در میگردم میگن که حالا چرا دوازده هزار تا اون طرف مقابل حقلن صد هزار تا تازه استیمیت ما یا تخمین ما میگه دویست هزار تا نیرو داره طرف میخواد بیاد با ما جنگ کنه تو میگه دوازه هزار تا میگه آره چون کاری تو نباشه من فقط دوازه هزار نیرو میخوام میگن خیلی خب چرا این میگه که به خاطر اینکه وقتی که رستم رفت به صلاح کیکاووس رو از دست پادشاه هامواران نجات بده با دوازه هزار تا نیرو رفت وقتی که گودرز گشوادگان رفت با افراسیاب بجنگه به, به خونخواهی سیاوش اونم با دوازده هزار تا نیرو رفت و این عدد دوازده ظاهرا مثل که یک خاصیتی درش وجود داره به هر حال شما نگاه کنید در حتی ادیان ابراهیمی هم شما نگاه مثلا میگه که یعقوب دوازده تا پسر داشت نمیدونم این مسلمان ها شیعیان دوازده تا امام دارن بدونید خیلی جالبی ای عدد یه عدد دوازده یه ویژگی به درش وجود داره یا حتی در معیارها مثلا میگن که یک دوجین یعنی دوازده پارچه مثلا چه میدونم ظرف و اینا رو مثلا میگن دوازده پارچه است این عدد دوازده بالاخره یه حساب کتابی توش وجود داره حتی روز مثلا دوازده ساعت روز دوازده ساعت مثلا شب دقت کردید چی میخوام بگم 24 ساعت دوازده ساعت روز دوازده ساعت به حال یک دوازده ماه سال مثلا فرض کن یا دوازده تا قمری که به دور خورشید مثلا میچرد این دوازده بالاخره یک ویژگی خاصی برای خودش داره این میگه من دوازده هزار تا نیرو بیشتر نمیخوام این دوازده هزار نیرو من بده بعد میگن که دیگه چی؟ میگه خب حبیث این دوازده هزار تا باید تشریزات نظامی کامل داشته باشن و چنین چنان و زمنن هم میخوام فقط چهل سالشون باشه آدمای مردای مرد های چهل ساله میخوام حالا به اضافه من های مثلا دو سال اشکال نداره مثلا سی و هشت سال تا چل یکی دو سال ولی این میانگین سنی چل دو سال هم. چهل سال من میخوام باز تعجب را تحجب میکنن که حالا چل چل ساله حالا اقلا میگفتی جوانتر باشن قویتر باشن اینا میگه نه بعد چل سالشون به دلیلش هم این که آدم های چهل ساله معمولا خانواده دارن زن دارن بچه دارن اعتباری در جامعه خودشون دارن و حتی هم مقداری هم ممکنه مال و مثلا مکنت داشته یعنی خونه ای رو خریده نمیدونم مزرعه ای مثلا مخواست اگرم کار مخواست پیدا کنه دیگه تا چه سالگی کار پیدا کرده یه مزرعه ای داره یه, یه کارگاهی داره بالاخره اه اه تعلقات مادی اقتصادی عاطفی داره زمنا نه خیلی پیره نه خیلی هم جوونه بنابراین با تجربه هم هست هم نیروی بدنیش خوبه زمنا بالاخره با تجربه است از یه جوون 20 ساله خیلی با تجربه تره بنابراین من این آدم ها رو فقط میخوام دوازده هزار تا اینم با این ویژن اینا خیلیشون جذاب بوده این حرف بالاخره این دوازده هزار تا نیرو در اختیار آقای بهرام چونیوه قرار میدن ایشون هم نیروهای تحت امر شد از هم گفتم به خاطر این شجاعتی که بهرام چونیوه از خودش نشون میده پادشاه درفش رستم رو که سالیان متمادی اینا در مثلا موزه نظامی سلطنتی نگه داشته بودن از پونزه 20 نسل گذشته میارن میدن دست این آقا میگن که تو رستم امروز این مملکت هستی برو ببینیم چی کار میکنی ایشون هم بلند میشه با نیروهای تحت امر حرکت میکنه به سمت شمال شرق ایران میره به سمت گرگساران همون جایی که الان ما میگیم گرگان و اون طرفا میره به سمت گرگساران از اونجاام داره میره به سمت شمال شرق که درگیر بشه با سابشاهی که از سمت شرق داره خب میره در یه منطقه‌ای داره اردو میزنه قبل از اینکه به منطقه جنگی وارد بشه از این طرف خرمز علا رقم این اینکه بالاخره حالا اعتماد کرده به همین جناب بهرام چوبینه و ارتش رو در اختیار ایشون قرار داده در این حال یه خود نگرانم هست میگه که یک طراحی نظامی به سیاسی و امنیتی جاسوسی در واقع بگم شاید قشنگتره یه همچین طراحی هم میکنه به این شکل که میاد خرداد برزین که یکی از به سیاستمداران سیاست مداران خودش بوده این رو به عنوان نماینده میگه تو برو پلوش سابشا حالا از این و نیروی نظامی رو فرستاده از این این خرداد برزیری رو با چه ترفندی حالا این اینجا بود که قرار شد این ترفند رو من اینجا برای شما امروز برای شما بگم با این ترفند خرداد برزی میره پلوی سابشا و, و به سابشا آقا شنیدیم شما میخوایی به ما حمله کنید سابشا هنوز از منطقه حرات داره میاد بیرون و از پادگان نظامی خودش در اطراف شهر هرات هنوز بیرون نیومده اینا تازه میخوان حرکت کنن که بیان که بیان به سمت به صورت دشت های جنگ وارد به اون دشت ها اینی که من به این نکته تاکید میکنم هنوز از منطقه به شهری خودش بیرون نیامده دلیل داره دقت کنید از نظر نظامی نمیدونم حتما شما شنیدید مثلا میگن تهران خب تهران اگه دقت کرده باشید به وسیله کوههایی چیز شده محدود شده یعنی تقریبا هم از سمت شمال سلسله جوال البرز هم از سمت به شرق ادامه هم سلسله جوال البرز تقریبا تهران رو تو شکم خودش نگه داشته این این دلایل خاص نظامی داره یعنی آقا محمد خان قاجار وقتی که آمد تهران را چرا تهران رو برای پایتختی انتخاب کرد خیلی هوشمندانه بود این کار به خاطر این کاری کرد که خب اولا هواش که خب خیلی خوب بوده و نمیدونم هوا... باد مثلا به اون اصلا تهران باد نداره به باد مثلا توش زیاد وجود نداره بس الهاز اما از نظر استراتژیک نظامی منطقی است که دارای دیوارهای طبیعی کوهستانیه و شما میدونید که در جنگ همواره نیروهای خودی که در ارتفاعات رو میگیرن و در اونجا مستقر میشن همیشه در جنگ دست پیش رو دارن این قانون جنگه اصلا شما ببینید طرف ممکنه تعداد زیادی کشته بده که یه تپه رو تسخیر کنه برای چی؟ برای که وقتی که شما تپه رو گرفتی و نیروهای خود رو روی تپه استقرار دادی توپخانه خودت رو ت... استقرار و منطقه و سی زیر آتت داشته باشی و به نیروهای دشمن صدمه بزنه و یا حداقل اینکه دیدبانی کنی و نظری که دشمن به شبیه بزنه اینا لوکات خیلی خیلی مهمی از نظر استراتژیک نظامی حالا دیگه من نمیخوام وارد مباحث دقیق ترش بشم دیگه میشه تخصصی علیه حال خرداد برزین وقتی که میاد با پادشاه به سالا چیز صحبت میکنه با سابشا صحبت میکنه در واقع اطمینان خاطر میده به سابشا که ما اصلا قصد حمله به شما رو نداریم و به اصطلاح حاضریم که هر نوع به سلام مذاکره صلحی رو با شما بکنیم و امتیاز به شما بدیم بنابراین بر سابشا این احساس رو میکنه که پس ما در موضع قدرتیم لزومی نداره که به سمت مثلا حالا دشت های نبرد پیش بریم چون نماینده مثلا عالی رتبه ایران اومده دیگه و خیلی هم در موزه ضعف نامه که هرمز نوشته بوده بوده یعنی محتواش خیلی در موزه ضعف در این در عین حال از اون ور نیروهای به بهرام چومینه اومدن در منطقه مناسب استراتژیک نظامی اردوگاه خودشون رو زدن خب ارتش چین و به صلاح همین ده تا فرماندهی یه ارتش بزرگ در یک منطقه تنگه یعنی در بین کوها گیر کرده اون تو اون داخل کوها از پایین نیروهای ایرانی اومدن در منطقه استراتژیکی که در بلندی قرار گرفته اونجا مستقر شده نماینده یه به صلاح چیز سابشا به تلایه داران ارتشش میگه که خب حالا این نماینده ایران که اومده با ما داره مذاکره میکنه شما برید بگردید ببینید که یه وقت ارتشی از سمت ایران نباشه اینا میان یه بار یه گروه مثلا تقریبا حالا تخمین میزنن دیگه <تصفح> یه حدود ده هزار تا نیروهای نظامی ناشناخته در مهده وجود بلا سر میان گزارش میکنن میگن که آره 10000 ده هزار تا نیروه میگن که برید این چیز بیاریدش خورده برزین بگیریم بیاریدش خورده برزین تو اردوگاه سابشا بوده دیگه میرن برشون هم بیارن و مثلا بهش بعدی ویران میگن که مرد حسابی تو قرار نبود که به نگفتی که ارتشتون واسه جنگ نمید اون میگه که بله قربان ما ارتش واسه جنگ نداریم این در دوزه از دارتایی که شما میبینی احتمالا اینجا هستن اول که ارتش ایران انقدر حالا به تعبیر من انقدر ساده اندیش نیست که با یه گروه ده هزار نفره بیاد با مثلا ارتش صد هزار تا دی هزار تایی شما به جنگی که خب این که اصلا خودش بزرگترین دلیل عدم توته است یک دو این آقا هم که حالا اینجا هست در دو تا نیروی که اینجا هست حالا چند تا علت ممکنه باشه اولا ممکنه که اصلا داره تو مرز بودن دیگه اونها هم دیگه یکی که ممکنه این داره از مثلا فرمانده یه منطقه یه پادگان نظامی ماست از یه منطقه داره میره یه منطقه دیگه حالا اونجا آمده اردو زده بعد میره یک دو اینکه ممکنه اصلا یه ربل باشه به با قول معروف تقیان کرد یه آدمی باشه که با پادشاه مای مثلا مشکل پیدا کرده نیرهای تحت امرش و بردوش اورده اینجا که خودش به شما مثلا تسلیم کنه تاش کردید اینطوری ممکنه باشه بنابراین شما اصلا نگران نباشید هیچ مسئله وجود نداره اینا یه خود همش آروم میشن وقتی که آروم میشن میگن خیلی خب این برمیگردیم میره توی مثلا حالا چادر خودش بخوابه دیگه حالا اینا همین خرداد برزین و نیمه شب از اونجا پا به فرار میزن و شروع میکنه به رفتن به سمت نیروهای ایران از این طرف نماینده چیست؟ این طرف نماینده به وقتی یه صدایی میاد نمیدونم بله الان نماینده چی داشتم میگفتم؟ ساوه شاه میاد به اردوگاه بهرام چوبینه که ببینه که اینا کیان چیان و برنامهشون چیه حالا وقتی که میاد داستان ما از اینجا میخوایم شروع کنیم و از اینجا دیگه حالا من مخصوصا یه مقداری توضیح دادم چون هفته گذشتم کلاس نداشتیم به خاطر این مشکل فنی که پیش اومده بود من خواستم که دوستانی هم که جدیدم به ما افزوده شدن در جریان مسائل به نوعی قرار بگن که حالا بدونن که ما به کجا داریم میریم میگه چوبش بشنید فخفور برگشت زود به پیش پدر شد بگفت آن چه بود ب... اه... اه... بعد میگه که شنید این سخن شاه شد بدگمان فرستاده را جوست هم در زمان یکی گفت قرداد برزین گریخ همین از آمدن خون مشکان بریخ شنید گفت پس با پسر صاحب شاه که این بدگمان مرد چون یافرا شب شبه تیره و لشکر بیشمار تلایه چرا شد چنین کار کار از آن پس فرستاد مردی کوهن به نزدیک بهرام چیز سخن به دو گفت و پارسی را بگوی که ایدر به خیره مریضا برود اگر کوه پیش من آید به راه به پایندر آورم به پیله و سپا چرا آمده سی بر این رزمگاه زما آرزو هرچه باید بخواه یادتون میاد که در واقع وقتی که این خرداد برزین اومد و با ساروشا صحبت کرد شبونه فرار کرد و رفت یعنی وای نست تو اردوگاه به سالا حالا برگشته اون داره آروم آروم از پشت کوهوها میره که خودش به اردوگاه نیروهای نظامی ایران برسونه دیگه از این طرف نماینده یه اومده پلوی به اصطلاح بهرام چوبینه این هماهنگی ها بین خرداد برزین و بهرام چوبینه از قبل چی شده قرار شده یعنی اینا با هم هماهنگن هن که خرداد برزین میخواد بره پیش حسابش چی بگه و اینا بعد چه کار بکنن بهرام چوبینه استقرار به اصطلاح استراتژیک نظامی خودش رو مستحکم کرده وقتی که نماینده یه حسابش میاد بهش میگه که تو جریان چیه اینجا تو مثلا فرماده یه منطقه نظامی هستی داری عبور میکنی یا بر علیه پادشاه ایران مثلا کودتا کردید رو میای به ما به بپیوندی اونم خیلی ساده من میام میگم از قضا بنده نه دارم جابجا جا میشم و نه نه با پادشاه خودمون مشکل دارم از قضا من اومدم اینجا با شما بجنگم <applause> خیلی به استراحت برام چونم آدم خیلی به اصطلاح آب و خیلی هم رک و سریع هم بود بعد میگه که نه من نه نه به پادشاهی او خیانت کردم نه هیچی من الان اینجا با شما بجنگم و میخوام که شما رو شکستتون بدم به پادشاهتونم هم برو لطفا بگو که اگه با ما درگیر بشه سه تیه سه روز ببین خیلی آدم انصافا خیلی جگر میخواد اینجوری صحبت کردن یادتون باشه به با عنوان یه انسان یه آدمی بود دوازده هزار تا نیرو اونم تو مرز دشمن اونم اونا مثلا دیویست هزار نفر آدم اینم هزار تا بعد برمیگرد بهش ببین به پادشاه تو بگو که اگه با ما درگیر بشه سه یه سه روز سر بریدش میفرستن با سه پادشاه ایران این اصلا نماینده به هم میریزه از این نحوه صحبت کردن و این اعتماد به نفسی که بهرام چوبین درست تعجب میگیم این ممکنه برمیگرده پیش پادشاه خودشون رو میگه آقا یه همچین داستانیه پادشاه باز ناراحت میشه میگه برید این خورداد برزی مثلا فلان فلان شده در بگیریم پیرد بیرم. چیه جریان میرن که خورداد برزی رو بیان میگن قربون ایشون فرار کرده پادشاه چیز خیلی نگران میشه میگه چطور فرار کرده اینا میگن بالا خیلی آدم زرنگی بوده چه جوری حالا از اردوگاه نظامی متونسه خودش رو نجات بده آخر این میره پس دو مرتبه نمایندهش رو میفرسته برای بهرام چیگونه میگه که برو بهش بگو که همین به پادشاه میگه برو به بهرام چوبینه بگو که بابا جان شما نمیتونی با ما درگیر بشی با دوازده هزار تا نیرو که تو نمیتونی با ما مثلا صد هزار تا نیرو هستی جنگ بکنی برای, برای بیا خودت تسلیم کن من شنیدم تو آدم خیلی مثلا نیرومندی هستی آدم شجاع هستی فلان تو اگه بیای به ما ملحق بشی من به تو مثلا امتیازات خاص میدم به نیرو میدم تو رو فرمانده یه بخشی از ارتش خودم میکنم و شروع کنی که مثلا تطمیعش بکنی که بلکه این بهرام چوبینه رو به سمت خودش ببری بعد میگه بدو گفت بهرام او را بگوی یعنی بهرام به نماینده پادشاه چین میگه بدو گفت بهرام او را بگوی اگر داجویی بهانه مجو گریدون که با شهریار جهان همی آشتی جویی اندر نهان تو را اندر این مرز مهمان کنم به چیزی که خواهی تو پیمان کنم وریدون که ایدر به جنگ آمدید به دریا به جنگ نهنگ آمدید چنان بازگردی دشت هری که بر تو بگریند هر مهتری چو بشنید گفتارهای درشت فرستاده شاه بنمود پشت بی آمد بگفت آنچه دید و شنید سر شاه ترکان زکین بردمید بفرمود تا کوس بیرون برند سرفراز پیلان به هامون برند بدان جای تنگش سفی برکشید هوا نیلگون شد زمین ناپدید دقت کنید به این نکته به این جمله آخر خصوصا میبینید میگه بدان جای تنگش سپه برکشید یعنی چی؟ یعنی ایرانیا اومدن در منطقه ای که منطقه باز بوده خودشون رو مستقر کردن دست بال ایرانیا بازه برای هر نوع که انجام بدن اونا یه ارتش بسیار بسیار متراکم ولی در یک محیط بسته که این برانورشون کوه زیادی انجام بدن و مجبور هستن که یه عده خیلی زیادی مثلا صد هزار نفر از یه جایی نسبتا باریک عبور کنن از دورور شهر خودشون بیان تو منطقه دشت که میخوام والا اونجا وارد جنگ بشن بنابراین این نکته این بسرا استراتژی که این کلک نظامی سیاسی جاسوسی حالا هر جو اسمشو بذاریم که ایرانیان می‌زنن میزنن که اونها رو در موضع بدی نگه دارن و خودشون در موضع خوب باشن این اینا همه طراحی های نظامی این بهرام چوبین است که عامل اجرایش هم همون به قول معروف آقای خرداد برزینه که اون آدم بسیار باهوش و تیز و زیرکی هم است خب من پس مروری حالا استابشا تصمیم میگیره که با آقای بسا بهرام چوبین وارد جنگ بشه برای ارتششون رو حرکت میدن و که بیان به سمت بیو پسندر قمی شد در ها که تنگ آمدش جایگاه سپاه میبینید ساوشا دید ارتشش توی محل به سرا تنگی قرار گرفته دگر باره گردی زبان آوری فریبند مردی به زدشت هری فرستاد نزدیک بهرام و گفت که بخت سپهری تو را نیست جفت همین نشنوی چند پندو سخن خرد یاد کن چشم دل باز کن دوتن یافتستی که در جهان چو ایشان نبود از نژاد مهان یکی من که شاه هم جهان را بداد دگر پور پرموده فرخ نجاد سپاه هم فزون ترز برگ و درخ اگر بشمرد مردم نیکبخت همه شهریاران مرا کهترند اگر کهتری را همان در خورند ترا برتن خیش تو را برتن خیش تن مهر نیست وگر هست مهر تو را چهر نیست بپرهیز از این جنگ پیش منای نمانم که مانی زمانی بپای میبینی دو مرتبه وقتی که حالا تازه به قول معروف صاحبش به این آگاهی میرسه که اه 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 در میدان جنگ حالا ایشون در موضع ضعیفتریه نسبت به همین به اصطلاح بهرام چوبینه بنابراین میاد سیاسی کاری میکنه دو مرتبه یه نماینده میفرسته پلوی بهرام چینده و سعی میکنه که همین که خوندم دیگه واضح بود که سعی میکنی که تطمیعش کنه که بابا جان تو تو این جنگ حتما شکست میخوری بیا و برگرد پیش من بیا با ما همراهی کن با ما وارد جنگ نشد اینجا سرنوشت بالاخره مرگ ولی اگه پیش من بیای بهت این کار میکنم اون کار میکنم موقعیت بد میدم و, و همه به سراش و یه خودم از قدرت و صلابت خودش صحبت میکنه که من انسان مقتدری هستن بالاخره دو نفر تو این دنیا خیلی بسا قدرتمند یکی من که پادشاه هم یکی پسرم پرموده که پسرش بوده دیگه ما دوتا بزرگترین به سلا شهریاران این سرزمین ها هستیم تو اگر بیای پیش ما ما به تو مثلا همه گونه امتیازات خاص حالا سیاسی نظامی فرام بد میدیم و از این بعد اینا همه رو میده بعد میگه که حالا ادامه دقت کن میگه چه کشته شود شاه ایران به جنگ مرا آیدان تاج و تختش بشنگ سپارم به تو تاج و تخت ورا همان افسر و گنج و رخت ورا از آن جایگه من شوم سوی روم تو را مانمی لشکر و گنج و بوم از آن گفتم این کم پسند آمدی بدین کارها فرمند آمدی زما این نگفتار آرایش است مرا بر تو بر جای بخشایش است فرستاده گفت و سپهبد شنید به فاسخ سخن تیرا آمد پدید میبینید می که چه تطمیعی هم میکنه اینو میگه که ببین تو اگر با ما همراه بشی جناب بهرام چوبینه من میام میام ایرانو میگیرم پادشاه ایرانو میکشم و بعد, بعد از ایرانم عبوریم چه فکرایی توی سرش بوده من از ایرانم عبور میکنم میام روم روم رو هم میگیرم و اونجا رو بود میکنم و اونجا هم جزء سرزمین های خودی میکنم تو هم میکنم مثلا حاکم ایران یه همچین چیزی برای بر این چون از تو خوش اومده آدم شجاعی هستی از قد و هیکل و اون سلابتی هم که داری خوشم اومده بیا تو با ما همراهی همراه بشو از این حرف اینا رو داره بهش میگه حالا ببین جواب بهرام چوبینه چی میگه چنین چنین داد پاسخ که ای بد نشان در واقع داره فوشش میده ببخشید البته بهرام چوبینه داره به کی به نماینده حسابش میگه که برو به اربابت مثلا اینو بگو میگه چنین داد پاسخ که ای بد نشان میان بزرگان رو گردن کشان جهاندار بی سود و بسیار گوی نماندش نزد کسی آبروی کسی را که آیا زمانش به سر زمردی به گفتار جویت هنر یکی آنکه گفتی کشم شاه را سپارم به تو کشور و گاه را یکی داستان زد بر این مرد مه که در ویش را چون به تابی ده بگوید که من مهتر ده بودم همه بنده بودند و من مه بودم بر این کارها بر نیاید دو روز که بفروزد از چرخ گیتی فروز که بر نیزه بر سرد ای بد نشان که بر نیزه بر سرد ای بد نهان فرستن به نزدیک شاه جهان میبینید؟ برمیگردیم بهش میگه که برو به عربابت بود که ای بد نشان حالا دیگه هر معنی ای که بخوای براش بذاری ببین آدمایی که وقتی که به اصطلاح میترسن زیاد حرف میزنن خیلی لاف میزنن آدمای ترسو بیشتر ابراز وجود میکنن آه من میزنم من میکشم فلان فکر نکنی از این حرفا هی میزن بعدم که تو که گفتی که به اصطلاح میخوای بیای بری ایران رو بگیری بی... بی... به حال گرفتن ایران کار ساده ای نیست در درجه بعد بعد از به قول معروف از روی بدن من عبور کنی که بتونی بری ایران رو بگیری بنابراین فکر نکن به این سادگی میتونی که بری کشور ایران رو بگیری و بعدم که <coughs> کسی رو که یعنی که شنیدید اصطلاح میگن طرف تو ده راه نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفت میگه حالا این یه جور دیگه میگه میگه یکی رو که از ده بیرونش کردن وقتی که ازش میبرسن تو چی کاره بودی میگه من کت خدای ده بودم اومدم بیرون میخواد <تصفح> <تصفح> بگه یعنی تو که الان ادعا میکنی که دو توی دنیا دو تا مثلا پادشای بزرگه یکی منم یکی هم مثلا پسرمه پس بلوی که اصلا هیچ کاره ای توی این دنیا که یه همچین ادعایی رو خیلی خیلی زیباست اگه دقت بکنید به محتوای به سر متوجه میشید چقدر زیباست بعد میگه دگر آنکه گفتی فوزون از شمار مرا تاج و تخت است و پیل و سوار همی داستان زد یکی نامدار که پیچان شدن در صف کارزار که چندان کن از سگ به تیزی شتاب که از کام او دورتر ما نداب دگر گفته بودی پسند ب... به اسپه بودی نیز بگزیدم پسند دیدم تا بلند آمدم جهان داور خود را پسند آمدم زمان دادم شاه را تا به روز چه پیدا شود فرگیتی فروز بریده سرت را به ایران سپاه ببینن برنیزه در پیش شاه ببین چه محکم با این پادشاه به صلاح چیز صحبت میکنه میگه که این هم که گفته بودی که به قول معروف من تو رو پسندیدم و تو رو میخوام بکنم سپهبد ارتش خودم میگه که این اصلا اهمیت نداره که تو من پسندیده باشی من پسندیده ام به خاطر اینکه پادشاه خودم منو پسندیده و که عرف فرمانده ارتشش بنابراین بنابراین من هی... هیچ واقعی به اینکه تو حالا منو بپسندی یا نپسندی نمیگذارم بنابراین دارم بهت میگم طی سه روز آینده اومدی تسلیم شدی با همه ارتش پیش ما خب فبر وگرنه من به پادشاه خودم قول دادم که در سه روز آینده سر تو رو روی نیزه بفرستم خدمت ایشون برای تصمیم خودت رو بگیر شما ببین مثلا یه مثلا پادشاه یک کشور با اون اقتدار و با اون دویست هزار تا نیروی نظامی و اون همه تجهیزات تو مرزهای خودش اومده لب مرز ایران یه دونه فرمانده مثلا ایرانی با دوازه هزار تا لشکر مقابلش بایستدن بهش داره میگه که سه روز وقت داری تسلیم بشی وگرنه سرتو میبرم بگو یه خیلی براش سنگینه این حرف به قول معروف خیلی بهش توهین خب طبیعتا اونم نمیبینی زیر بار دیگه چی میگه شدن از دو روی سپه باز جای تلایه بیام از پرده سرا چو بهرام تنها به خیمه بمان فرستاد و ایرانیان را بخوان همه رای را زد جنگ را با سپاه به گونه تا گشت گیتی سیاه چو بهرام در خیمه تنها بخفت همه شب همی بود با جنگ جفت حالا من یه چیزی به شما بگم اینجا خیلی جالب <coughs> این بهرام چوبینه یه خواهر داره به نام گردویه یا گردویه گردویه بهتره به نام گردویه یه برادر داره به نام گردوی خیلی جالبه این دوتا خوهر برادرها یکیش اسمش گردویه مرد برادر کوچکتر بهرام چوبین است یه خواهر دی هم داره به نام گردویه حالا مثلا زنونشه همون اسم زنونشه اسم خودش هم جالبه که اون گردوی در ایرانه و در مثلا درباره اونم یکی از افسران ارشد مثلا توی دربار ایران این آقای این دختر که گردویه هستش جالبه در همه این صحنه ها که اینا با دوازه هزار تا آدم اومدن در مقابل مثلا ها دویس هزار تا آدم وای سدن. این دختر تو ارتشه تو ارتش بهرام چوبینه است و اصلا نمیترسه اینقدر این زن مثلا شجاعه یه دختری با این ویژگی اینو خواستم تو ذهنتون داشته باشید چون بعدها خیلی مهم به این قضیه و بحث میشه راجع به این قضیه نسبت به این دختر خیلی صحبت ها شما ببینید حالا مثلا شما کمتر زنان شجاع ایرانی رو میشناسید مثلا حالا خیلی که بشنسید میگه مثلا کی گرد آفرید مثلا تو ماجرای سهراب و این صحبت ها دیگه زن جنگجو به اون مفهوم ما نمیشناسیم حالا ضمن اینکه قدرتمندیشون مثلا تحمیله زن رستم وقتی که از خودش صحبت میکنه مثل این که مثلا ده تا مرد حریف خودش به تنهایی همون تخمینه یا مثلا دیگره مثلا زنان هستند اونی که مثلا فرمانده نیروی دریایی مثلا ایران آرتمیس. آرتمیس مثلا یه همچین تیپ تیپای هم هست ولی گردویه به عنوان یک زن شجاع ایرانی انصافا کمتر بهش بسیار پرداخته شده زنان سیاست ندار خب بودن مثلا همایی چه مثلا خب بوده یا مثلا زنانی که بعدا ازشون اسم خواهیم برد در ساسانیان میان به پادشاهی میرسن اینا هستن ولی جنگجو این گردوی است گردوی یه دختر مثلا 18 20 ساله است فکر کنید و همراه این برادر هاکزای خودش به نام بهرام چوبنه در س... در جبهه جنگ حاضره این اونجا حضور داره فعلا خاموش و هیچی نمیگه در سایه است دقت کردی چه ارزه کردم فعلا خاموش در سایه در سایه نشسته فعلا درخشش درخشش بهرام چوبین است که همه جا جله و حرف میزنه و مثلا فرماندهی میکنه و تراحیه نظامی میکنه و نقشه میکشه و این صحبت ها گردویه ساکت اون گوشه نشسته فقط کار خودش رو میکنه که هر چی بهش بگم مثلا این کار بکن میگه چشم انجام میده و اینطوریه خب اینو داشته باشین میگه که چو بهرام در خیمه تنها بخوف همه شب همی بود با جنگ جفت چنان دید در خواب بهرام شیر که ترگان شدندی به جنگش دلیر سپاهش سراسر شکسته شدی و رو راه پیکار بسته شدی همی خاصی از یلان زینهار پیاده بماندی نبودی شیار غمی شد چو از خواب بیدار شد سر پرخونر پرز تیمار شد شب تیره با درد و غم بود جفت بپوشید آن خواب با کس نگفت <تصفح> حالا دقت کنید اینم نکته خیلی جالبیه این صحبت ها بین بهرام چوبینه و نماینده پادشاه چین اتفاق افتاده دیگه و پادشاه چینم خب طبیعتا نمیپذیره که مثلا خودشو تسلیم یه گروه دوازده هزار تایی بکنه میگه خیلی خب پس فردا جنگ خیلی نماینده چین میره اینا هم فردا صبح میخواه به این آقا هم از سر شب تا نیمه شب مثلا فرمانده های نظامی خودش غازه گفتم سه تا فرمانده بزرگ داشت دیگه چهار تا ب... یکیشون یکی کیا بودن بند آگوشست بود و یلانسینه بود و هست آز... بود اینا بودن سه چهار تا بودن خودش هم بوده اینا رو میخواد میشینن از شب تا از سر شب تا نیمه شب طراحی های نظامی رو میکنن که خب ما کجا رو باید بگیریم کجا مثلا نیروها کجا مستقر بشن تو نیروهات اون فلان جا بذار تو, تو نیروهات فلان جا بذار اول هم نمیکنه بعد با علامت من مثلا فلان کارو بکنید این اینا رو طراحی ها رو قشنگ میشینن ریهرس میکنن ریهرسال میکنن به تمرین میکنن بعد شب میخوابه شب که میخوابه خواب وحشتناک میبینه خواب میبینه که چینیا بهش حمله کردن ارتش شکست خورده خودش هم تنها مونده و میخوانم بکشنش هر جا هم که داد و فریاد میکنه آقای کمکی ای چیزی هیچ کس هم به دادش نمیرسه اخواب میپره ببینید این یه آدمی که حالا صبح باید به جنگ اینجوری خوابم ببینه طبیعتا باید خیلی روحیش رو چیکار کنه از دست بده دیگه از نظر روانی اینطوریه دیگه, دیگه. اونم یه فرماندهی نظامی باید طبیعتا خیلی روی خودش از دست میده حالا ببین چه اتفاقی میفته خیلی جالب. این داستان شاهنامه رو خدا وکیلی اگر یه نفر من اصلا میخوام بگم که تو ارتش ایران بعد اینو درس بدن واقعا بعد تو ارتش ایران اینو درس بدن یعنی این بهترین درس نظامی روانیه برای یک ارتشی که یاد بگیره سلحشوری یعنی چی چون سلحشوری ذاتی یک به صلاح مرد نظامیه باید سلحشور باشه باید به خودش اعتماد به نفس داشته باشه من این رو به شما بگم خدا نکنه که شما این تجربه رو به دست بیارید اما به حالا اونایی که تجربه رو به دست آوردن دارن میگن منم برای شما دارم تکرار میکنم شما ببینید توی جبهه جنگ تو جبهه جنگ اصلا دیگه به یه جایی میرسه که درجه نظامی اهمیت نداره یعنی اون جایی که شما درگیر شدی با دشمن و در هر لحظه داره آتشبارای دشمن بروی شما تیراندازی میکنه این گلوله ها که رو سر شما عبور میکنه سفیر گلوله اینجوری عبور میکنه دل آدم پاره میشه از صدا شد حالا نمیخوام بگم که وقتی هم میخوره مثلا سنگر این سنگار رو میپرونه این شدت گلوله اونقدر زیاده که وقتی میخوره تو سنگ سنگ رو داغون میکنه حالا در این شرایط مثلا فرمانده بهت میگه که پیش روی کن گلوله رو میاد چی چی پیش روی کن ولی بگی گوش بعد پیش کنی نمیتونی مثلا عدم فرماندهی کنی سرباز در اون لحظه میدونی به کی گوش میکنه به کسی گوش میکنه که بهش اعتماد روانی داره نه به کسی که درجهش بالاتره بسیار اتفاق افتاده که فرمانده به مثلا به سرباز میگه که پیشروی کن یارو اسلحه رو و هم داره بهش میگه یه بار دیگه به من بگی پیشروی کن خودت رو میبرن به بار از عصبانیت و استرسی که داره سرباز به جون دیگه شوخی نیست بلند بشه گوله خورده مغزش متلاشی ولی اگر به فرمانده ای که هست مثلا ممکنه طرف یه سروان باشه سرهنگ میگه حمله کن ولی سروان مثلا یه چیز دیگه بگه به سروانه دقت میکنه برای چی برای که به اون اعتماد داره چرا چون اون جنم نظامی رو در اون سروان میبینه تابعه که چی میخوام بگم کارآمدی اون سروان از یه سرهنگ ممکنه خیلی بالاتر باشه بله در رده های اداری بله سرهنگ بالاخره فرمانده فلان مثلا. اما در اجرا و در عمل این که سربازان به یک فرمانده ای که داره باشون کار میکنه ایمان داشته باشن خیلی مهمه اگه یاتون باشه توی داستان‌های شاهنامه گفتم در هر جنگی بلا استثنا بدون توجه به اینکه نیروهای ایرانی چند نفر بوده نیروهای دشمن چند نفر بوده ایرانیا در چه موقعیتی بودن اونها در چه موقعیتی هر وقت رستم در در اون ارتش ایران حضور داشته ارتش ایران تو جنگ پیروز شده میدونی چرا به خاطری که تمام ارتشی ها از اون سرباز رده های بالا همه به رستم چی داشتن ایمان داشتن عقیده داشتن اگر گفته از این منطقه برید اون تپه رو بگیرید به قیمت جونشون هم که شده اون تپه رو میگرفتن چون میدونستن که اگر رستم میگه اونجا رو بگیرید درست طراحی کرده که میگه اونجا رو بگیرید بعدن جون هزار تا دیگه آدم نجات پیدا میکنه دقت بربرین این خیلی 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 مهمه خواستم اینو بگم که چرا حالا این بهرام چوبینه با دوازده هزار تا نیرو اینقدر به اصطلاح با اعتماد به نفسه و این دوازده هزار تا نیرو با تمام جون و دل فرماندهی این آدم رو چیکار میکنن قبول دارن برای به اصطلاح احراز اهداف نظامی که دارن خب با این مقدمه که گفتم حالا ادامه رو ببینیم میگه که بله ایشون پس برابرین بر 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 برابرین سراسیمه خواب بیپره با این خوابی هم که دیده طبیعتا ما انتظار داریم که چیز بشه دیگه به قول معروف اعتماد به نفسش از دست بده میگه قمی شد چو از خواب بیدار شد سر پرخونر پرز دیمار شد شب تیره با درد و غم بود جفت بپوشید و آن خواب با کس نگفت میبینید اصلا به هیچ کس نمیگه آقا من همچین خواب رو دیدم برای چی برای که اگر این خواب رو برای دیگران بگه حتی برای فرماندهانی که خیلی هم مورد اعتمادشه بگه خب اونا میترسن <applause> برای که اونا هم نترسن اصلا فقط همه بار این غم و این ناراحتی رو فقط خودش تحمل میکنه این هم خودش یک به اصطلاح یک انسان به خیلی قویه از نظر روحی اصلا به دیگران چی نمیگه که اونا رویشون از دست نده خب بعد چی میشه میگه همونگاه خوردار برزین زراح بیامه که بگریخ از شاه ببینید حالا در همین هیست و بیست تازه خورداد برزینی که اونجا رفته بود و اون سر و ها رو با سابش کرده بود حالا تازه رسیده به اولگاه ایرانی ها میرسه به اولگاه ایرانی ها صبح دیگه رسیده اینجا میگه که همین گفت بله همین گفت از آن چاره اندرگوریز و از آن لشکر اکنو آن رسخیز که کس در جهان زان خون سپاه نبین کس مده جان ایرانیان را به باد نگه گوبینی نامداران دا چنین دا پاسخ ببینید دقت کنید اینجا خورداد اومده حالا اطلاعات واسه ایشون مثلا آورده میگه که آقا نمیدونی او بر چه خبره اون رفته بود تو اردوگاه ساوه دیگه میگه نمیدونی چه خبره اونا یک ارتشی تجهیز کردن صد هزار دویست هزار تا آدم نیزدار کماندار نمیدونم شمشیرزن گرزدار سوار نظام پیاده نظام شتور شتور سوار نمیدونم نیروهای تانکشون هم جلوشونه همه فیل فیلاشون هم جلوشون حرکت دارن میکن اصلا نمی آقا چه بیا فرار کنیم بریم اصلا <تصحیح> خورتان اون سیاست مداره اون نظامی نیست اون سیاست مداره و اینجور میگم آقا جون این در ده تا بیچاره ها رو به باد نده وردا فرار کنیم بریم ما حریف اینا نمیشیم ما دارم بهتون میگم من از اونجا دارم میام خب اینا رو هم حالا شما فکر کن آقا که خوابم که اونجوری دیده اینم که اومده صبح اول ما میگه که آقا جونتون رو بعد این فرار کنید بریم اینم که مثلا حالا جاسوس ماست دیگه مثلا رفته اونجا اومده این اطلاعاتم داره میده حالا ببین دیگه چه اتفاقاتی میفته خیلی باحال میگه بله مده جان ایران ریان رو به با نگه کن بدین نامداران دام چنین داد پاسخ حالا جواب آقای بهرام چیگونه است به این آقای خوراد برزی چنین داد پاسخ که از شهر تو ز مردی نیامد جز این بهر تو که ماهی فروشن یک سر همه به تموز تا روزگار دمه تو را پس بر آبگیر نه مرد سنانی نه کوبالتیز میبینید بر میگاره میگه جناب خرداد برزین شما حالا سیاست نداری جای خود بالاخره ولی تو بچه فلان شهری حالا نمیگم واقعا کدوم شهر میگه تو شماها از جنگ و ارتش و نظام و نظام چیزی حالتون نیست شما ماهیگیر بودید همین نمیدونم در حد ماهی و ماهی بخری و ماهی بگیری و ماهی بفروشی تو در مسائل نظامی لطفا دخالت نکن اینجا مسئول ارتش من هستم بذار من تصمیم بگیرم برابری تو نگو که آه مثلا بیا فرار کنیم یا فرار نکن یا بجنگی یا نجنگی به این مسائل اصلا سن شما حق ندارید دخالت کنید بعد میگه چو برزد سر از چشمه شیرشی شید جهان چون روی رومی سپید بزد نای رویین و بر شد خروش زمین آمد از نعل اسبان به جوش سپه را بیا راست خود برنشست یکی گرز پرخاش دیده به دست دبیر بزرگ جهان شا... جهاندار شاه بیا آمد بر پهلوان سپاه چنین گفت این راه خود اندازه نیست گذاف زمانه چنین تازه نیست دشکر نگه کن خود از رزمگاه که موی سپیدیوم و گاو سیاه خواه گست پیدا نه دریا و نه کوه زبست تیغداران توران گروه خب دو مرتبه حالا صبح که میشه و اینا میان ارتش ایران و ارتش به قول معروف حالا چین اگه اسمشو بذاریم ساوشا اینا در مقابل هم که قرار میگیرن دو مرتبه این خرداد برزی میاد پلوی بهرام گور بهرام میگم گور بهرام چوبینه میاد پلش میگه ببین قربان نگاه کن نگاه کن آخه این روبروتو نگاه کن ببین چه خبره اونا چند نفر هستن همه زمین و زمون و بلد طرف گفت مثل چی هستی مثال قشنگیزر گفتش که ما مثل چه موی سپیدیم و گاو سیاه دیدید که این گاوهای گاوای سیاه که یه شقه سفید روی پیشونیشون هست میبینید میگه ما مثل اون لکه سفید این گاوه هستیم که در مقابل تمام بدن گاو که سیاه هست ما این لکه سفیده هستیم در مقابل اینا دو مرتبه داره اینو برحزر میکنه از اینکه وارد جنگ بشه میترسه طرف این خورداد بوزی میترسه که آقا این جنگ جنگ مغلوبه است 12 هزار تا در مقابل اینا حالا ببینید باز چی جواب میده میگه یکی برخروشی بهرام سخت برا گفت ای بیدل شوربخت تو را از دوات است و قرتاس بر زلش کرد که گفتند که مردم شمر خروشان از آن جاگه برنشست یکی گرزه گاف پیکر به دست چنین گفت با مهتران سپاه بیارید پیلان به پیش سپاه و انبوه لشکر به جنگ آورید بر ایشان جهان تا رو تنگ آورید میگه که ببینید بهرام وقتی که این خرداد برزین دو مرتبه <تصفح> میاد سر صف جنگ و این حرف رو بهش میزنه بهش پرخاش میکنه این بار میگه که ببین تو سیاست نداری کارت با قلم و دوات و کاغذه برو بشین سر کار خودت و همون قلم و کاغذه تو بگی دستت میخواد رپورت بنویسی هر کار میخوای بکنی برو اون کار بکن وارد مقوله مسائل نظامی بی زحمت نمیتونی بشی پاشو برو و اینو دور میکنه از جبه میگه برو اون پشت جبه برو مثلا تو چادر فرمونده هر کار میخوای برو اونجا بشین بشین قلم کاغذ تو بگی دستت دیگه دوره بر من نبینم این آقا رو برمیگرد برمیگردونه و از اون بر سابشاه دستور میده که فیل های جنگی بیان فیل های جنگی چی بود؟ مثل تانک های امروز ما هستن دیگر. دقیقا چون چیزا میدونستن به قول معروف خب چینی ها میدونستن که فیل وقتی جلو باشه نیرای نظامی پشت فیل ها موزه میگیرن و حرکت میکنن و میان جلو حالا کمانداران ایرانی هم که با تیر میخوان ارتش رو بزنن طبیعتا مثلا اونا سیف سیف خواهم بود به این شکل میتونن پیش روی کنن و بیان و با ارتش ایران درگیر مستقیم بشن خب خوب دقت کنید صحنه جنگ رو دلم میخواد تراحی بکنم شما متوجه بشید که داستان چه قرار شما در نظر بگیرید در یک مثلا منطقه ای که ارزش مثلا 200 متره 600 متر مثلا یه همچین ارزی داره بیشتر نیستی که فاصله بین دو کوهی که در انتهای در انتها به هم میرسه 2300 متر بین دو تا بال کوه معمولا بیشتر فاصله نمیفته یه ارتش 2300 هزار نفره دارن از اینجا حرکت میکنن جلوشون هم کیه چیزا هستن همین فیل ها جلوی همه دارن حرکت میکنن نیروهای به سوار نظام پشت سر به سلا فیل ها معمولا حرکت میکنن شطور سوار بعدش سوار نظام بعدم نیروهای پیاده دارن اینجوری میدن حالا اینا در اینجور با تبل و کوس و بند و بساد میزنن و سرسدا ایجاد میکنن و دارن بیان جلو نیروهای نظامی ایران هم حالا به صورت یک قوس به صورت قوس کمانی دهانه این مسیر رو چگاه کردن؟ به نوعی گرفتن رو از ارتفاع تا پایین اینجوری یه قوس اینجوری اومدن اینجا رو گرفتن اونا با اطمینان خاطر دارن میان که میدونن از این تو این قوس عبور میکنن و میزنن همه اینا رو لته میکنن و مسئله حل میشه به کارش حالا شما ببینید که بهرام چوبینه چه طرح واقعا این ارزش که میگه چو بهرام یل پیلو لشکر بدید قمی گشت و تیغ از میان برکشید از آن پس چنین گفت با مهتران که ای نامداران و کنداوران کمانهای چاوچی به ذه برنهید همه یک سره ترک بر سر نهید خدنگی که پنکاش یازد بخوند سه چوبه به خرتوم پیلندرون گشایید و پس ها برکشید به جنگ اندرایید و دشمن کشید سپهبد کمان را به ذه برنهاد که خود پولاد بر سر نهاد به پیش اندرون تیر تیرباران گرفت کمان را چو ابر بهاران گرفت پس پشت او اندر آمد سپاه ستاره شد از پر و پیکان سیاه بخستند خورتوم پیلان به تیر زخون شد در و دشت چون آبگیر از آن خستگی پشت برگاشتند به دو دشت پیکار بگذاشتند ببین چه طراحی قشنگی این میکنه میگه که آقایون فرماندهان و ارتش همه شما ها فقط موظفی یک کار انجام بدید و کارتون اینه همه فقط تیر و کمان آماده داشته باشید و با این تیر و کمانتون به هیچ ارتشی به چینی تیراندازی نمی کن. یعنی تیراتون علکی هدر نمیدید که بخواید مثلا پشت چه میدونم این فیلا و شطورا و اسبا و اینا رو بزنید نه هیچ کدومیتون به اونا هیچ کاری نداری یه تیرم بر پرتاب نمیده تنها کاری که میکنید تمام فقط خرتوم فیل رو که در جوره ارتش دارن میان فقط هم خورتوم میشون نه جایی دیگهشون نه به پشتش میزنی نه به گوشش میزنی نه به سرش میزنی نه به پاش میزنی به هیچ جاش فقط میزنی تو خرتومش. حالا دقت آز ترین به صلاح عضو فیل خورتوم بشه بدونید بالاترین سنس, سنس رو داره دیدید بالاترین رو داره چون دیدید فیل با خورتومش بوم میکنه با خورتومش لمس میکنه با خورتومش مثلا یه چیزی رو بر میداره و آب میخوره همه کارش رو با خورتومش میکنه خورتومش خیلی اهمیت داره برای فیله بربره میگه که شما فقط سعی بکنید بیشتر از سه تا, تا تیر به هر خورتومی نخوره اما سه تا تیر به هر خرتوم فیل بخوره کافیه دیگه بعد برید فیل بعدی رو مثلا فیل های دیگر رو بزنید بنابراین با این کار کاری که میکنه فیل ها رو که وقتی میزنن توی خورتومشون فیل ها دیوونه میشن به دردشون میاد و دیوونه میشن و وحش زده میشن و این حرف ها حالا چه اتفاقی میفته؟ یه بخستند خورتوم پیلان به تیر زخون شد در و ده شون گیر. از آن خستگی پشت برگاشتن یعنی فیلا برگشتن ترسیدن وقتی خورتوماشون زخمی شد و درد گرفت ترسیدن و برگشتند به دود دشت پیکار بگذاشتن چو پیل آنچنان زخم پیکان بدید همه لشکر خیش را بسپرید ببینید یعنی فیلا وقتی تیر توی صورتشون خورد توی دماغشون خورد یهو وحشت زده تمام ارتشی که پشت سرشون بودن و زیر پای خودشون چیکار کردن له کردن طبیعتا وقتی فیلا رم میکنن به عقب شطورا هم رم میکنن وقتی شطورا رم میکنن اسبا هم رم میکنن بس برای فیلا و شطورا و اسبا و اینا همه رم میکنن به سمت نیروهای خودی و عروس و کله این چینی هایی که ها همه اون پشت بایسته بودن همه اونا رو زیر دستبال لطفار کنن و کنن. و دست پا لطا پار میکنن و عبور میکنن این ترایی جنگی العاده است میگه سپه بر هم افتاد و چندی بمرد همان بخت بعد بخ همان بخت بعد کامگاری مرد، بود خرم یکی آیگاه پس پشت آن رنج دید سپاه یکی تخت زرین نهاده بر نشسته بر او ساوه رزم جود سپه دید چون کوه آهن هم دوان همه سر پر از <coughs> گرد و تیره روان پس پشتشان زنده پیلان مست همی کوفتن آن سپه را به دست پر از آب شد دیده ساب شا بدان تا چرا شد هزیم از نشست از بر تازی از بی سمن همی تا ترسان زبی مکزن پس ساوه بهرام چون پیل مست کمندی به بازو و گوزی به دست میبینید این سابش های بند خدا اون تو مسیر که نیروهاش داشتن میامدن رفت روی بلندی بایسته بود که از اون بالا مثلا ببینه دیگه نیروهاش دارن میان از جلوش عبور میکنن برن با ارتش ایران وارد جنگ بشن یوها میبینه که ارتشش سراسیمه دارن فرار میکنن و از این بر اسبا رو کلشون هم. از اون بر شطارا دارن رو کلشون از اون بر پیلا دارن میان رو کلشون در داغ این اصلا بحث از میشه این صحنه رو که میبینه میگه چه اتفاقی افتاد نمیدونه که اون طراحی به این بهرام چوبین است که خردوم فیلا زده خب تعداد بسیار کثیری از نیروهای نظامی چین در همین به صلاح لحظه اول جنگ اینجوری لطفار میشن و از بین در واقع به دست خودشون 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 نابود ایرانی ها اصلا حتی یه دونه زخم هم بر نداشتن چون اصلا در یه فاصله مثلا 150 متری از اونا قرار داشتن و فقط این خورتوم فیلا رو داشتن با تیر میزدن خب این میبینه اوضاع خرابه میپره روی اصل که فرار کنه از او بر این بهرام چوبینه جنگولکم روی اسب پریده دنبال اینه حالا میدونه که کجا رو باید بزنی فقط ساوشاه رو به قول بروف هدف قرار داده که خودشو به ساوشاه برد چون میدونه که اگر فرمانده ای ارتش حزیمت میشن و از بین میگه اونم با تیر و کمون و نمیدنم گرز و اسب و شمشیر رو دنبال این ساوشاه <تصح> میگه که پس 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 بهرام چون پیل ماست ما کمندی به بازو و گرزی به دست به لشکر چنین گفت با سرکشان زبخت بد آمد بر ایشان نشان بر ایشان یکی تیر باران کنید بکوشید و کار سواران کنید دیگه که به نیروهای خودش وقتی که خودش حرکت میکنه که به دنبال سابه شما به خودی میگه که دیگه شما فقط الان کاری که میکنید سعی کنید که دیگه سوار از سوار نظام اونها رو با تیر بزنید خدنگی گزین کرد پیکان چو آب نهاده بر او چهار پر عقاب به مالی چاوچی کمان را به دست به شاخ گوزنان برآورده است چو آورد سوفار نزدیک گوش ز چاوچی کمانش برآمد خروش جو بگذشت پیکان بر انگشت او گذر کرد بر مهره پشت و. سر ساوه آمد به خاک اندرون به زیر اندرش خاک شون جوی خون ببینید خیلی نکته جالبیه اولا این چاچی کمان جایتون باشه مفهومش اینه چاچ یه منطقه ای بوده که گوزن خیلی زیادی داشته و این گوزن ها شاخ های بلند داشته شاخ گوزن شما میدونید که یک نوع مومه دیگه مومه متراکمه در واقع از جنس موه موه خانوما چیه؟ موشون خیلی قویه شما میدونید که مو م... میگن که یه به صلاح بافته مو موی بافته تقریبا نصف میلگرد هم جنس هم ارز خودش هم قدر خودش این نیرو داره یعنی مو فوق العاده نیرو نیرومنده این یادتون باشه و به این سادگی یا پاره نه. بله مو داشته باشه و این مو رو خوب بافته باشید من دیدم که زنهای چینی رو من دیدم که آکروبات بازی میکنن و به جای تنها به موی خودشون آویزون میشن و آکروبات بازی میکنن این اینقدر موشون نیرومنده که یه آدم رو مثلا وزنش رو کاملا حفظ میکنه و خیلی هم بیشتر از این میتونه حفظ کنه بنابراین موی به شاخ گوزن از جنس موی متو موی بسیار متراکم فوق العاده متراکم و بسیار قویه و به این سادگام هم نمیشکن. زمینه که به سادگی نمیشکنه خاصیت انحراف پذیری هم داره یعنی تا هم میشه خب اینا شما داشته باشید اینا میمیدن کمان رو به اصطلاح از جنس این شاخ گوزن درست میکردن معمولا برای ارتشیان رد بالا چون این شاخ گوزن به سادگی دیر هم نمیاد بالاخره مثلا برای رستم برای پادشاه برای فرماندهان مثلا بزرگ پهلوانان مثلا فلان اینا معمولا بهشون گفتن چاچی کمان به این میگن حالا ویژگیش چیه <applause> شما ببینید پرتاب تیر پرتاب یک تیر به چند عامل بستگی داره که یک تیر چقدر پرتاب بشه یکی این که خب طرف چقدر دستش بلنده که چقدر اینو میتونه بکشه مثلا بنده مثلا نهایت 80 سانتی اصلا میکشم دیگه کمانو ولی یه آدمی که از من خیلی درشت اندامتر بلندتر قد بلندتری داره دستای بزرگتری داره مثلا این مثلا یه متر رو 20 میکشه یا یه متر رو 50 سان میکشه دقیق کردی بس <تصفح> برابری این قدرت کشش و این یه عامله عامل بعدی چیه؟ عامل بعدی این استش که این به صلاح روده از جنس روده اون زه کمان رو درست میکردن این روده معمولا روده حیوانات وحشی مثل شیر ببر پلنگ رودهشون خیلی قویه و به این سادگی پاره نمیشه البته روده حیوانات <applause> دیگه مثل گاو و گوسفند و اینا هم برای زه استفاده میشه بالاخره مثل اونا نیست اونا خیلی قوی تره برای این تو میتونی بیشتر بکشی و پاره نشه و به صلاح این تیرو رو کنی عامل بعدی خود این کمانه که چقدر بزرگه و عامل بعدی این که این کمان خود زمینه که تو سیمو میکشی خود کمانم هم چقدر تا میشه بالاخره در که این اینم تا, تا میشه دیگه این تابشه تمام این نیروها رو هم اثر میذاره و این تیری که پرتاب میشه فوق میتونه دور بره به طور میانگین یه <تصفح> چیز حدود 100 متر رو 100 120 متر رو به عنوان فاصله به سلام مؤثر تیر حساب میکنن که مثلا یکی با تیر کمان مثلا پرتاب کنه به فاصله تا 100 متری اگر به یکی بخوره میکشتش <تصفح> ولی دیگه از اون دورتر باشه حتی اگرم بخوره دیگه فقط شتاب دیگه اونچنان نداره فقط طرف چیکار میکنه زخمی میکنه توجه کردی بنابراین این آقای بهرام چوبینه حالا شما فکر کن چقدر این باید استعداد داشته باشی که با این یالو که داره و اون اصری که سواره و اون آقای ساابش که در حال فراره داره با اسب اونم داره میره اینم با اسب دنبالش میکنه باید دهنه اسب رو ول کنه در حالی که داره اونو دنبال که دهنه اسب رو ول کنه تیر کمان بگیره و روی اسب در حالی که این اسب در حال حرکت هستش و داره به تاختم میره هم تعادل خودش حفظ کنه هم اسب رو بتونه کنترل کنه هم هدف گیری کنه و هم این اون جسمی هم که تازه در حال حرکت اونم در حال حرکت او بالا پایین هی میشه و این ورور میشه بتونه در یه لحظه هدف کنه و این بزن این نهایت یک به سلام قابلیت نظامی رو در یک فرد نشون میده که یه آدمی بتونه در این شرایط اونم تازه در حال استرس چون که بالاخره دشمن هم به طرف این دارن تیراندازی میکنن اونا هم ولش نمیکنن اینو که بالاخره اونم نگهبان داره شما هم نگهبان دارم که الکی که نیست اونا به طرف این دارن تیراندازی میکنن حالا این هم داره جاقالی میده هم اینجوری اینا هم میخواد بذار خیلی صحنه صحنه جذابی اگه شما بتونید اینو تصور ذهنیشو برای خودتون داشته باشید میبینید که چقدر این صحنه صحنه جذابه من فکر میکنم یه فیلم سینمایی فوق العاده است اگه آدم بخواد انصافا اینو بسازه گفتم بهتون اول داستان بهرام چوبی یه فیلم سینمایی فوق العاده است خب این چاچی کمانو میگیره و در همین شرایطی که براتون گفتم در حال حرکت که اون داره فرار میکنه این با تیر میزنه انقدر این تیرش شتابه که از مهره پشتش عبور میکنه یعنی تیر که به پشتش میخوره از سینهش میاد بیرون انقدر یعنی چیز طبیعتاً سابشا در جا میفته و جوی خون را میفته سر, شا... سر سابشا آم... آمد به خاکندرون به زیرندرش خاک شد جوی خون چو بهرام چو بهرام پهلو رسیدن در روی چو, چو بهرام پهلو رسیدن در روی کشیدش بران خاک قلتان به روی بریدان سر شاه و به خونش بیاولود پیراهش چو ترکان رسیدند نزدیک شاه پکنده تنش بود پرخون به راه ز تنگی کجا راه بود بر سپاه فراوان ببرد اندران تنگ را چه زیر پی پیل گشت تبا چه سرها بریده به می میبینید که اینا وقتی که نیروهای چینی میان تا به خودشون برسن و برن میرن پادشاه چی شد وقتی میرسن بالا سر پادشاه آه پادشاه تنش اونجاست سرش نیست یعنی بهرام در همون لحظه که رو با تیر زده سرش هم بریده بوده با خودش برشته بود و برده بود یه عده زیادی از چینی ها که زیر های فیلا کشته شده یه هم که دیگه با تیربارون ایرانیان نابود شدن و برابر این ارتش بزرگ چین در درگیری که با بهرام چومنه پیدا میکنن هزیمت میشن و در واقع از بین میرن و با شکست بر میگرن به طرف به قرارگاه های نظامی خودشون در اون منطقه میگه شب تیره چون زلف را تاب داد همون تاب او چشم را خواب داد پدید آمدان پرده ای آب نوس پراسود گیتیز آوای کوس سپه بد بی آمد فرستاد کس به نزدیک یاران فریاد رست که تا هر که شد کشته از مهتران بزرگان ترکان و جنگی سران سران ببرند یک سر زتن کسی را که بود مهتر انجمن از و سرها همه گرد کرد ببردند از آورگاه نبرد میبینید بنابراین بهرام دستور میده که برید تمام اون بزرگان چینی چون بهتون گفته بودم ببینید یه نکته رو بگم یه خود آدم فکر میکنه که چقدر اینا مثلا اسیو قلبه مثلا رفته سری رو بریده در صورتی که این واقعیت قضیه این رسم بوده تارف نداره چینی ها مگه با ایران یا این کار پیروز میشنن همین کار هم میکردن حتی اعراب هم این کار میدونید چرا خیلی ساده است سا خیلی قابل درکه ببینید اون زمان مثل حالا نبوده که هر کسی دیگران رو بشنسه که اگر طرف میگه آقا بنده رفتم پادشاهی چین رو شکست دادم کی مثلا چجوری باید باور کرد حرفش طرف رو میدونی چی میگم عکس که نیست که عکسش رو بگیرن نمیدونم فیلمش رو بگیرن فلان کارو رو بکنن مجبور مدرک بیاره مدرک چه کله یارو کله یارو بهتری مدرکیه که آقا این کشتم آ این هم کلش بفرمایید این اینم مثلا تاجش که رو سرش بوده اینم مثلا اون لباسش که به تنش بوده که علامت اینه که ایشون پادشاه چینه تو همه مثلا گفته بودم قبلا تمام بزرگان کشوری و لشکری در زمان قدیم اینا چی داشتن درفش داشتن پادشاهی چی وقتی اونجا نشسته اونها درفشش همراهشه درفش کردی توی دستشه این علامت اینه که این آقا پادشاه چینه و این آرمی که روی این درفشین گفتم درفش رستمو دادن دستی کی دادن در بهرام چوبینه بهرام چوبینه درفش همراهشه چی؟ یه دونه پرچمه که روش عکس اجده هاست این درفش رستم بوده حالا دادن دست ایشون برای برای هر چینی که اونجا هست اینا که با قیافه کسی رو نمیشستن که از روی لباسش که لباس مثلا افسری تنشه یا لباس مثلا سربازی تنشه دو درفشی که همراهشه میفهمن که این کیه همه میدونن که درفش مثلا چنم اجده ها یعنی بهرام چوبینه درفش شیر یعنی بندوی فلان اون یکی یعنی یلانسینه اون یکی یعنی فلانی میدونی اینجوری بود میشناختن حتی نیروهای خودی ها فکر نکنید نیروهای دشمن حتی نیروهای خودی هم اینجوری میشناختن گرنه شما چه میدونی مثلا این آقا کیه میگه من مثلا فلانی هستم من میشناسیش مگه دیدیش مگه تو روزنامه خوندی مگه تو تلویزیون دیدی میدونی شما خودتون رو جای اون زمان ببرید متوجه میشید که چطوریه که یا مثلا میگفتن که آقا بزرگ مثلا یه قبیله اگر مثلا فرض کن در مورد اسلام میگن اصلا ای بزرگ قبیله اگر مثلا مسلمون میشد همه بقیه قبیله هم مسلمون میشدن میدونی می چرا برای اینکه بزرگ قبیله تنها کسی بود که هم با بود هم, هم اصلا آگاه بود از مسائلی که در کشور در منطقه داره اتفاق میاد چون هر خبری می اومد میرفت پیش بزرگ قبیله گفته میشد بقیه مردم آگاه بودن میگفتن آقا اون تصمیم گرفته که مثلا با فلان کسک عهد پیمان ببنده خب پس ما هم دنبالش هستیم دیگه تموم شده دارد. نه دشمنی میکنه ما هم دشمنیم. اینجوری بود که میگم مردم به دین ملوک هستن همینطوری بوده این قضیه اینجا هم همین طرف رو سرش بعد میبردن که پادشاهیان بدونه که بله واقعا صاحبش ها کشته شد این مدرکش کلش خب اینو داشته باشید. برای این داشته باشی بنابراین این, چیز اه آقای بهرام چوبین به بزرگانم میگه که برید سر سرای فرماندهان به صلا چیزا رو بردارید بیاری ببرید بردارید بیارید که برای پادشاه میخوایم بفرسیم بدونه که ما پیروسیم توی جنگ میگه دبیر نویسنده را پیش خان. زهردر فراوان سخن حالا اینجا این آقای خرداد برزی صدا کرد آقا بیا بیشی. حالا کار تو شروع شد بشین بنویسین که من میگم یادداشت کن واسه بادیشا دبیر نویسنده را پیش هر زهردر فراوان سخن ها بران از آن نام بر لشکر بی و از آن جنبش و گردش روزگار و از آن کوشش و جنگ ایرانیان که نقش آجوزی سواری میان چون نامه بنوشت نزدیک شاه گزین کرد گوینده مردی برا نخستین سر ساوه برنیزه کرد درفشی که او داشتی در نبرد میبینید هم سرشو هم درفششو این دوتا که مدرک اینه که آقای این ساوه های اینم کلش فرستادش در نبرد سران بزرگان توران زمین چنان هم درفش سواران چین بفرمود تا بر سطور نوند از آن جاگه سوی ایشان برند و و از این روی ترکان گریزان همه برفتن بی اسب و ساز و بنه رسیدن یک به توران زمین سواران ترک و سواران چین میبینید از این بر اینا سرای اونا ورشن از این بری میفرستن به سمت ایران اونا هم در و داغون و شکسته و زیر پای فیل و د... همه اینا هم با همه ابزار نظامیشون هم که توی میدان جنگ باقی گذاشتن در و داغون برمیگردن به سمت کی؟ پادشاه خودشون پادشاه خودشون کیه پادشاهی که مرده کی پسرش همون پرموده به قول معروف میرن سراغ پسر پادشاهشون که بگن خبر میبرن آقا ببخشید ما رفتیم حالا به سر اون اومد همون کشته شدن مثلا یک سوم ارتش فقط باقی مونده اینا اومدن ببینین تکلیف چیه شما چی میفرمید نه که چو آمد به پرموده زیناگهی بینداخت از سر کلاه مهی شنید اینو رخصارگان کرد زرد به درد دل آهنگ آورد کرد چو پرموده لشکر به هامون کشید به نزدیکی رود جیهون کشید بدان تا بکین شاه کند روز بهرام چون شب سیاه دژی ج... داشت پرموده آوازه نام که از آن دژ بودی ایمن و شادکام حال آنچه بودش به, جز... به دژدر درم ز دینار از گوهران بیش به جیهون گذر کرد خود با سپاه بیامد گرازان سوی رزمگاه دلشگر چو تنگ اندر آمد به جنگ به ره نکردن جایی درنگ خب میبینید که این جناب پرموده وقتی که خبر مرگ باباشو میشینه و این حرفا خیلی ناراحت میشه میاد نیروهای خودی رو چیکار میکنه جمعوری میکنه که بیان با به صلاح بهرام چوبونه وارد جنگ بشن اما کاری که انجام میده اینه اول یک به صلاح تمهیدات امنیتی رو به قول معروف لحاظ میکنه یه دژی دارن لب مرز لب مرز جیهونه اونجا تو اون دژ یه دژ خیلی مستحکم هم هست تمام به صلاح اموال و ثروت گنج ها طلا ها هر چی که متعلق به سلطنتی سلطنت چینه میاد تو اونجا میذاره خوب درش هم محکم میکنه که حالا اگر ما مثلا یه یک درصد هم فرض کن شکست خوردیم از ایرانی ها حداقل اموال اون مصادره نشه اموال مثلا ارزشمند اون توی اینجا باشه از بین نره اینا میاره اونجا میذاره خودش هم ارتش از رودخانه جیهون عبور میکنه میاد این ور رودخونه جیهون ببینید همیشه در طول تاریخ همیشه ایرانیا مورد حمله قرار گرفتن هیچ وقت شما در طول این شاهنامه نمیبینید که ایرانیا یه ارتشی فراهم بکنن که بخوام برن کشور گشایی کنن برن مثلا با دیگران به جنگ سر زمین های اونها رو بگیرن ولی همیشه دیگران بی به ایران نظر داشتن که بیان ایران رو بگیرن برای اونا باز میان وارد خاک ایران میشن همیشه ایران در یک جنگ تدافعی بوده نه در جنگ تهاجمی خب اینو میاد اینا شروع میکنن که وارد خاک ایران میشن دو لشکر میگه به جیهون گذر کرد خود با سپاه بیا آمد با به سوی سوی رزمگاه دو لشکر چو تنگندر آمد به جنگ به رهبر نکردن جایی درنگ میان دو لشکر دو فرسنگ بود که پهنای آن از در جنگ میبینید حالا اونا اومدن <تصفح> نیروهای نظامی خودشون رو از مرز طبیعی بین ایران و مثلا چین که همون رودخانه جیهون باشه عبور دادن اومدن توی خاک ایران اینجا مستقر شدن بهرام چوبینم دو فرسنگ اونورتر دو فرسنگ مثلی که میشه چند کیلومتر اون ورتر اون را هم مستقر شدن هنوز اونا با همون دوازه هزارت نیرو یادتون باشه همون دوازه هزارت نیرو اینا هم با همین حالا تتمه ارتش خودشون هر چند تا هستن اینا اومدن اینجا اینجا مستقر شدن و با جنگشون میکنن میگه دیگر؟, دیگر روز بهرام جنگی برفت به دیدار گردان دیگر روز بهرام جنگی برفت به دیدار گردان پرموده تفت نگه کرد پرموده او را بدید زهامون یکی تند بالا گزید، سیاه دیده سپه دید پرموده چندان که دست دیدار ایشان همه خیره گشت برا دید در پیش آن لشکرش به گردون برآورده جنگی سرش قول لشکر خیش گفت که این پیش رو را هجبر است جفت سپه داو گردن کش و ناو. همان شیر پیشش همان مرد و خاک چو تیره شب چو شب تیره گرده شبیخون کنیم زدل تر... زدل در سو اندیشه بیرون کنیم میبینید حالا این بالاخره اوصاف بهرام چوبی رو با پادشاه چین پادشاه جوان چین حالا دیگه همین آقای پربوده پسر سابشا گفتن که آقا اینا یه فرماندهی دارن یا آدم قد بلندی سیح چورده است نمیدونم خیلی اندامه اما فوق العاده ورزیده است نظر نظامی تیرش هم که دیدید در فاصله 200 متری بابای تو رو با تیر زد تیرش از پشت بابات عبور که از سینه‌ش اومد بیرون یه همچین تیپ آدمیه قدش هم خیلی بلنده بود آدم مقتدریه ارتشش هم بدجوری ازش حساب میبرن و فرمون برداری داره از این حرف یه میگم ببینیم اینو پامشه میاد توی ارتششون که میگه میره یه جای بلند که ارتش ایران رو هم بتونه ببینه از بالا مثل صفحه شطرنج دیگه اینا دوتا رو بلندی میشنن که بتونن به صلاح چیدمان ارتش رو درست انجام بده این نگاه که میکنه به این بهرام چوبی نمیگه ای راست میگی خیلی این آدم خفن به نظر میاد حالا به تعبیر امروزی ما آدم خطرناکی به نظر میاد این با اون قیافه و بند و بسات اینجور که اسب سواری داره میکنه و این ور اون لشکرش رو داره بازدید میکنه و دستور میده و فلان میسا ما یه کار میکنیم ما. چیکار میکنیم به اینا شبیه خون بزنیم به اینا بعد شبیه خون بزنیم اینجوری نمیشه باهاشون برخورد کرد میذاریم شب که اینا خوابیدن بهشون حمله میکنیم شبونه ترتیبشون خب اینا میگن و دیگه به که بهرام شد جنگجوی از ایران سوی ترک بن ها آدروی گفت بهرام را که در چهارشنبه مزنگام را اگر زین به پیچی گزند آیدد همه کار ناسود من آیدد یکی باغ بود در میان سپاه از این روی آن روی آوردگاه بشو چهارشنبه هم از بام داد بدین باغ تا باشد آن روز شاد بیامد بدان باغ و می در کشید چو پاسی ز تیره شبن در کشید طلایه بیامد به فرموده گفت که او با و باغ و جام است جفت ببینید ایشون وقتی آماده میشه ارتش خودش رو ساماندهی میکنه که بره در مقابل ارتش چینیا و وارد جنگ بشن یکی از ستاره شناسان ستاره شمار با قول برد. میاد میگه که قربان ما امروز به سلا رمل استراپ کردیم روز چهارشنبه است روز چهارشنبه جنگیدن خوب نیست شما امروز جنگ نکنید اگه جنگ بکنید ممکنه که به اختر بد به سراغ شما بیاد برای توصیه ما این است که شما روز امروز جنگ نکنید اینا میگه خیلی خوب حالا شما میگه امروز جنگ نکنید جنگ نمیکنید یه دونه باغ اونجا بوده خیلی جالبه تو وسط میدان جنگ فکر کنید مثلا این بر چینی ها هستن این بر ایرانی ها هستن این هم این باغ می هم میگه خب امروز میریم تو باغ یک کمی صفا میکنیم و نهاری میخوریم و نمیدونم مثلا جشن میگیریم و یه میکنیم فردا میریم جنگ آقا جناب به بهرام چوبینه همراه با فرماندهان لشکر خودش همون بند آگوش هست و یلانسینو و آوزرگوش هست و کی و کی و کی, کی. این سه چهارتا همه به اضافه خب قرابول هاشون و مثلا فرماندهان جوزی و اینا همه راه میفتن و میرن و توی چیز باق بسات به صلاح چه میدونم مهمونی دیگه استراحت و مهمونی و آبتنی و مثلا از این حرف از این و جاسوس های چینی خبر میدم به کی آقای پرموده که قربان چه نشستی به این رفته توی باغ داره مهمونی میکنه بهترین فرصته که اگر الان که امشب اینا تو باغ هستن و دارن مهمونی هستن و اصلا آمادگی نظامی هم ندارن و فلان ما همین امشب اگر حمله کنیم بهترین دستاور رو خواهیم داشت ارتش چین آماده میشه با 6 هزار تا کماندو فکر کنید 6 هزار تا کماندوی چینی آماده همین نینجه نینجه ها مثلا <applause> مثلا 6 هزار تا آماده که به این چیز حمله کنن و این آقای به گل... آقای بهرام چوبینه و دار دستش که همه هم فرماندهان بزرگ لشکر ایران هستن اون تو هستن چیکار کنن مورد حمله قرار بدن و اینا رو قتل عام کنن خب حالا هم وقت ما بی زحمت تمام میشه من خیلی متاسفم که در این صحنه هیجان انگیز این وقت به پایان میرسه این دیگه بقیهشم هم ساعت الان 12 است دیگه وقت ما هم تمام شد همیشه همین بود. کارو میکنیم نقطه از کیمرس کار باور کنید باور بکنید سر داغ اینجوری فکر کنید به خدا خودش همینطوری میشه <laughs> <شو cose> <تص> <تص> <applause> من تعمدی ندارم خودش این کار فردوسیه ببینید میخواد که تقصیل بل فردوسی بله. ایشون میخواد که شما همچنان هیجان زده باشید و ایشان ها جلسه آینده ادامه بحث خیلی